بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث دین باوری، درس پنجم که در موضوع راه ایمان به خدا بود. چند راه رو خدمتتون عرض کردیم، دو راه گفته شد. اول نیاز ممکن به پدید آورنده بود، دوم برای تقویت دین باوری، خدا باوری، باور به اعتقادات و در این مسیر قرار گرفتن، دومین نکته تفکر در مخلوقات خدای متعال بود که هر انسانی که بیاندیشه در کوچکترین مصنوعات خدای متعال، کوچکترین مخلوقات خدای متعال، این عظمت رو به خوبی درک میکنه، باورش تقویت میشه و میبیند که ممکن نیست بخواد چشم بر این دفترچه عظیم جهان آفرینش بپوشه و از خالق او خلاصه غفلت کنه. سومین مورد در باب راه ایمان به خدا، تقویت دین باوری، گواهی فطرت انسانه. ایمان به خداوند متعال در سرشت هر انسانی هست، در وجود هر انسانی این نهادینه شده، در سرشتش هست. چرا؟ چون انسان طبق فطرتش خودش رو یک موجودی وابسته و محتاج به نقطه‌ای می‌داند که به آن تکیه کنه. وقتی که بیچارگی از هر جهت و ناامیدی از هر سو انسان رو احاطه می‌کنه و کار به جایی میرسه که اصلا نمیتونه فکر بکنه، تمام درها رو بسته میبینه، تمام راه ها رو بسته میبینه، هیچ راه کمکی رو برای خودش فرض نمیکنه، دست هر توانایی رو برای یاری خودش عاجز میبینه، در یک چنین شرایطی خفت عرض میشود که وجدان خفته او بیدار میشه و بی اختیار از خداوند عالم طلب یاری و مدد میکنه. لذا یکی از راه‌های ایمان به خدا مراجعه به فطرت خود انسانه. انسان به خودش مراجعه کنه، به فطرتش مراجعه بکنه. اومد مردی نزد امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که آقا مرا به خدا هدایت کن که او کیست؟ حضرت فرمودند که آیا تا کنون سوار کشتی شده ای؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. آقا فرمودند آیا کشتی شکسته شده گاهن؟ سوار کشتی شدی وقت در میان دریا، وسط دریا این کشتی شکسته بشه؟ نه کشتی دیگری است که تو رو نجات بده، نه قدرت بر شنا کردنی داری که بتونی خودتو نجات بدی، همه راه ها رو بر خودت بسته میبینی. در یک چنین شرایطی که همه راه ها رو بسته میبینی، آیا قلبت متوجه یک چیزی نشده که بتونه تو رو از اون خطر رهایی ببخشه؟ یعنی در اون شرایط، در اون وسط دریا، این کشتی شکست آماده غرق شدنی، نه کشتی نجاتیست، نه شنا بلدی، نه قایق نجاتی، هیچ، تمام درهای عالم رو بسته میبینی. در یک چنین شرایطی آیا این قلب متوجه شد به یک چیزی که قلبت گفت او میتواند تو رو نجات بدهد؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. حضرت فرمود همون چیز خداست که قادر نجات بده انسان رو در جایی که هیچ نجات دهنده‌ای نیست و او رو کمک کنه در جایی که هیچ کمک کننده ای نیست. یا بعضا میشه انسان مثلا در سفرهای هوایی گاهن حالا به خاطر شرایط هوا و نامساعد بودن
عرض میشه که جو هواپیما گاهن تکانهای شدیدی داره. انسان ها کم و بیش شاهد بودن، حتی اون کسانی که عرض میشود که خدا ناباورن، حتی اونهایی که با دین بیگانن، در اون لحظه ای که منقطع میشن از همه چیز، یعنی میبینه که فایده ای نداره، اینجا تو هواپیما نمیتونه پیاده بشه، سوار هواپیمای دیگه ای بشه، یا مثلا چتر نجاتیست بیاد بیرون بسه، هیچ راه نجاتی نمیبیند، در همون لحظه باز همون قلب به او میگه با وجودی که هیچ نجات بخشی نیست، با وجود این که خطرات گوناگون تو رو داره تهدید میکنه، اما باز با همه این شرایط یه قدرتی هست، او میتونه تو رو نجات بده، اون الله تبارک و تعالی است. لذا این باورها اگر تقویت شد، انسان ابدا به بن‌بست نمیخوره، در هیچ شرایطی، در هیچ وضعیتی، در هیچ موقعیتی، همیشه چهره او متبسمه، به سخت‌ترین مسائل زندگی تبسم میکنه، او هست، میبیند. بزرگان ما هم به ما درس‌های عملی دادن. وجود مقدس آقا امام سوم بشر، امام سوم خلایق، سومین خلیفت الله بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چگونه در یک روز مصائبی که گفتنش سخته، مصائبی که قابل درک نیست، بیانش انسان رو آتش میزنه، چگونه این خلیفت الله در مقابل با این مصائب تحمل میکنه و اون چی که در تاریخ داره چهره بشاشتر میشه. چرا؟ چون تمام اون وجود الهی است و اونها امام بشرن و اقتدای به اونهاست که انسانها رو خدا شناس میکنه، خدا باور میکنه و اونها راه های عملی رو به ما نشان میدن. لذا این مسئله که در فطرت هر انسانی مسئله خدا باوری هست و در فطرت او این هست، اما وقتی که منقطع بشه، همون انسانهایی که خدا ناباورن، انسان‌هایی که با دین بیگانه هستن، اینا عمدتاً به خاطر این است که غرق در آلودگی‌هان شدن، در گناهان، در معاصی، در خوردن مال حرام، کدورت قلب اونها رو گرفته. اما همون حالزا ما داریم در تاریخ حتی بدترین طاغوت‌ها، در اون لحظه‌ای که باید جانشون گرفته بشه، در اون لحظه متوجه ساحت مقدس حضرت حق میشن. میدانسته، یعنی نیست این که کسی بگه، عرض میشود که بخواد منکر این مسائل بشه، در وجودش هست، انکار میکنه، نمیخواد بپذیره. عرض شد چرا؟ چون اگر این باورها در وجود او بیاد، او رو محدود میکنه، آزاد نیست. و اون کسانی که خیلی در بند شهوات هستن، امیال هستن، دنبال این است که عرض میشه همیشه خوش باشن، لذت ببرن و هیچ قیدی برای اونها نباشه، لذا اینها وقتی که این مباحث مطرح میشه خیلی ساده و راحت رد میکنن. چرا؟ نمیخواد بپذیره، چون مقید میشه، محدود میشه، دیگه آزاد نیست. که البته عقل به او میگه تو باید دقت کنی، تو باید عرض میشود که باور تو قوی کنی، تو باید خدا باوری رو در وجودت لحظه به لحظه بیشتر کنی، برای اینکه تو یک موجودی هستی که برای ابد خلق شدی. مرگ یک حرکت، یک انتقالی از یک عالم به عالم دیگر، حیات دیگه ای داری، زندگی دیگه ای داری. لذا یکی از راه ها، راه سوم، گواهی فطرت انسان است و هر کسی که به فطرت خودش مراجعه کنه میبیند که قلب او به طور قطع و یقین گواهی می‌دهد که اشهد ان لا اله الا الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.